یکی از سنت‌های مهم نوروزی همین دید و بازدیدهای خانوادگی یا دوستانه است. یعنی فرصتی که در سال جدید فراهم میشه تا به سراغ عزیزان بریم، دیدارها رو تازه کنیم، بگیم و بخندیم و شاد باشیم. امیدوارم نوروز امسال وقت کرده باشید تا همه دید و بازدیدها رو انجام بدید و خدای نکرده کسی از قلم نیفتاده باشه. در این آخرین روز تعطیلات نوروزی می‌خوایم بریم عید دیدنی. همکارم روزیتا ایراندوست ما رو به خونه یکی از هنرمندای ساکن ویرجینیا میبره. هنرمندی که مطمئنم خیلی از شما با آثارش آشنا هستید و علاقه زیادی هم به حفظ فرهنگ و سنت‌های زیبای ایرانی داره. چونو که می‌روی آی چونو که می‌روی بیستون نگاه کن جوب نارنجی گلم رخسار نارنجی ما بیمارت هویم ما بیمارت هویم دردم دوا کن جوب نارنجی گلم رخسار نارنجی جوب نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغام شدم ز دست نارنجی آخ جوب نارنجی تعطیلات نوروزی هنوز تموم نشده و دید و بازدیدهای عید همچنان ادامه داره. با من بیاین تا یه سری بزنیم به خونه یک نقاش ناماشنا در حومه شهر واشنگتن برای عید دیدنی، اما نه عید دیدنی معمولی. ناصر اویسی از نقاشان معاصر ایران هر ساله به رسمی دیرینه میزبان گروهی از ایرانی‌های مقیم شهر واشنگتن. من سالی یه دفعه یه مهمونی میدم و یه در رو دعوت میکنم. علت اصلیش این است که ما که اومدیم تو آمریکا، درسته که اینجا زندگی میکنیم، ولی ایران توی قلب ماست و ما باید این سنت‌های فوق‌العاده خوب ایرانی رو حفظ بکنیم. چیز خیلی شیرین درباره عید هست، عید دیدنی، و هر سال پدرم دوست داره خونه‌شو باز کنه، استودیوشو باز کنه که همه جمع بشن، همدیگر رو ببینیم. و برای منم خیلی جالبه، برای اینکه یه وقتا اصلا هیچ کس نمیبینم تا این روز هر سال که همدیگر رو ببینیم، عید تبریک بگیم. و هر سال هم که میایم میبینیم که پدرم چی داره کار میکنه، تابلوها تازه، فکرهای تازه میتونه نشون بده به مردم و با رنگهای خوش، میدونی، چیزهای زیبا میتونیم عیدمون شروع کنیم. دیگه چیزی بهتر از این نیست. نقاشیهای گرم، صمیمی و شاداب. البته غذای ایرانی هم یکی از محورهای اصلی این میهمانی بود. هر سال دعوتم خونه آقای اویسی با نقاشی‌های خوشگلشون، تابلوهای خوشگلشون و در ضمن غذاهاشون رو تهیه میکنم. اما میزبان بازوق ما به این بسنده نکردیم. او برای سرگرم نگه داشتن مهمانانش دست به کارهای جالب دیگه‌ای هم زده بود. عیدی دادن، اون هم به سبکی خاص. ما در دو چیز خیلی خوشحال میشیم، یکی عیدی گرفتن و یکی هم لاتاری، ببینیم شانسمون چی. من هر کارتی روش می‌نویسم نوروز مبارک و بعدم یک جایزه میدم. مثلا به یکی یک روسری میدم، به یکی یک کتاب میدم، به یکی یک فروهر میدم. و چون که نمیدونن چی چیه، به صورت پاکت‌های سربسته ور میدارن و ببینن که توش چیه. موزیک و رقص هم یکی دیگه از چاشنی‌های این میهمانی بود. از گفته‌های داریوش بزرگ در بیستون و تخت جمشیده که در یکیش میگه اهورامزدا این زمین، این آسمان و شادی مردم را آفرید. رقص ایرانی که شور و حال این دوره هم جمع شدن رو دو چندان کرده بود. از رقص محلی آذری گرفته تا رقص کلاسیک ایرانی. میخواین بهش بگیم رقص؟ میخواین اسمشو بذارین حرکات موزون. شور و نشاطی که مهمان نوازی این نقاش خستگی ناپذیر برپا کرد، روز به یاد موندنی رو برای همه رقم زد. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا، واشنگتن.